یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره طرح دائمی کردن تحریم های ایران در مجلس نمایندگان کشورش گفت ما به صورت منظم با کنگره در خصوص سیاست ایران و آمریکا در ارتباط هستیم و با کنگره مشورت می ساعتی پس از این اظهارات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با رأی قاطع نمایندگان دو حزب طرحی را به تصویب رسوند که های ایران را از حالت موقت خارج کرده و اونها رو دائمی می‌کنه. این لایحه به اتفاق آرا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شده و اکنون باید در سحن مجلس به رأی گذاشته بشه. مایکل استیل نماینده جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا و سوزیلی نماینده دموکراتیک از ایالت نوادا به همراه مایکل مکال رئیس جمهوری کمیته روابط خارجی از ایالت تگزاس طراحان اصلی این لایحه هستند مایکل استیل در این باره گفت من از کمیته روابط خارجی به خاطر تصویب این لایحه بسیار سپاسگزارم ایالات متحده با دائمی کردن این تحریم ها این پیام رو به حکومت ایران میده که ما ستیز جوی اونها علیه خود و متحدانمون رو تحمل نمی کنیم. این نماینده جمهوری خواه آمریکا افزود رژیم اهریمنی ایران ثابت کرده که نمیتوان با حسن نیت برای مذاکره به اونها اعتماد کرد تنها با زور میتوان راه مصالحه را نشان داد و به حملات وحشیانهشان به مردم ایران پایان داد و مانع هسته ای شدن آنها شد به گزارش رادیو فردا این اقدام کنگره ای آمریکا در حالی است که طی هفتههای اخیر گزارش های متعددی درباره مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری های برخی کشورهای منطقه از جمله قطر و عمان منتشر شده این گزارش ها همچنین عنوان میکنه که طرفین در آستانه دستشوبی به نوعی توافق درباره محدود کردن غنیسازی اورانیوم و همچنین آزادی گروگان های آمریکایی هستند. کنگره آمریکا بالاخره پته حکومت سراتاپا فساد خامنه ای را روی آب ریخت و تصویب طرح براندازی رژیم اهریمنی تو دهنی محکمی به خامنه ای بود. آنها علنا گفتند که خامنه ای فقط زبان زور را میفهمد. یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت آنچه به عنوان طیف رادیکال در جریان اصلاحات وجود دارد مربوط به حامیان موسوی است نه طرفداران خامنه ای ریاست آذر منصوری بر جبهه اصلاحات با وکنش های زیادی همراه شده برخی آن را مثبت میدانند و برخی هم میگویند منصوری فردی رادیکال است مهدی آیتی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره این موضوع به نام نیوز گفت جبهه ای اصلاحات ایران به دلیل آنکه همچنان لیدرش خاتمی است به سمت رادیکالیسم نمی رود و از تعادل خارج نمی شود. شاید اختلافاتی موجود بوده اما شاید هم واقعا آقای بهزاد نبوی به دلیل کهولت سن نمی توانسته به ریاست بر جبهه ادامه دهد و به هر حال خانم آذر منصوری به جای او انتخاب شد. اینکه گفته می شود خانم منصوری فردی رادیکال است درست نیست. کافیس او را با فردی مانند فایزه هاشمی مقایسه کنید. خانم منصوری که مانند هاشمی سخن نمیگوید او که زندان نرفته بنابراین تصور میکنم خانم منصوری را هم باید در زمره نیروهای میانه روی اصلاح طلب دانست او ادامه داد آقای خاتمی شخصی میانه رو یعنی وسط باز است و همیشه بر ضرورت اعتدال تاکید کرده و جبهه اصلاحات هم تحت نظر او حرکت میکند خاتمی چون خودش همیشه مدافع شرکت در انتخابات بوده شکی نیست که جبهه اصلاحات هم در انتخابات شرکت خواهد کرد تا در این مسیر باب گفتگو و فعالیت سیاسی ولو با کرسی های حد اقلی باز بمانند. این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین بیان کرد دو قطبی موجود در میان اصلاح طلبان به واسطه امساد خانم منصوری ایجاد نشده بلکه دو قطبی فراتر از این هاست. اکنون دو طیف مهم در جبهه اصلاحات وجود دارد. یک طیف که همچنان همراه با خاتمیت و سیاست را داخل در چارچوب های نظام میخواهند و تمایل دارند که در انتخابات شرکت کنند و به ادامه فعالیت سیاسی بپردازند ولی آنکه انتقادهای مهم هم به شرایط موجود داشته باشند اما طیف دیگر طرفداران موسوی هستند که به ویژه بعد از بیانیه اخیر او مبنی بر عبور از قانون اساسی اساسا میگوید نباید با حاکمیت گفته او کرد و به نوعی قائل به طرح عبور از حاکمیت هستند آنچه به عنوان طیف رادیکال در جریان اصلاحات وجود دارد مربوط به حامیان موسوی است آیتی در پایان میگوید حالا اگر احیاناً افرادی درون جبهه اصلاحات باشند که حامی موسوی و نخاتمی باشند یا نزدیک به نهضت آزادی باشند در اقلیت هستند و تأثیری بر تصمیم نهایی جبهه اصلاحات ندارند من حتی سعید حجاریان را هم اصلاح طلبی میانه رو میدانم ولو بسیار تند حرف بزند حتما اون با فردی مانند عبور فصل قدیانی فرق دارد کازم غریبابادی معاون بینالملل قوه قضاییه درباره پرونده ی حمید نوری که به دلیل نقش داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 به حبس ابد محکوم شده گفت به سعودی ها گفتیم تنها گزینه‌ای که برای نوری وجود دارد تبرئه و بازگشتن به ایران است غریب آبادی ده تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پرونده ی حمید نوری را کاملا سیاسی خواند و گفت حقوق نوری در دادگاه بدوی و تجدید نظر نقض شده و ما او را به عنوان گروگان در آنجا میبینیم نه کسی که جرایمی مرتکب شده باشد ما بین ملل قوه قضایی مدعی شد سوئد فرایند رسیدگی عادلانه را در پرونده نوری زیر پا گذاشته و ادامه داد سوئدی ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروه جنایتکار دفاع میکنند. کنند مقام های جمهوری اسلامی از اعضای سازمان به عنوان اعضای گروهک جنایتکار یاد می و این سازمان را به عنوان سازمان منافقین معرفی می کند. کازم غریب آبادی هم از همین الگوی استفاده کرده و این در حالی است که شمار زیادی از شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری در سوئد اساساً از این سازمان نبودند یا سالهاست از آن جدا شدند غریب آبادی اما در ادامه گفت البته خود آن کشورها هم که گروهک جنایتکار در آنجاست اقداماتی را برای کنترل و برخورد با این گروهک منافقین اتخاذ کردند و شک ندارم که این گروهک برای سوئدی ها هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد غریب همچنین خطاب سوئدی ها با آنها توصیه کرد امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از یک گروه جنایتکار نکنند و گفت بیش از این درباره بازی سیاسی خودشان در خصوص پرونده نوری اقدامی نکنند روز یک تیر احمد معصومی فر سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد دلیل شواهد متقن مبنی بر فریب حمید نوری مسیر پرونده او تغییر کرده معصومی فر در توییتی نوشت پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی های سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بیخبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد باید روند دادرسی به دلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فوراً آزاد شود درست پیش از آن هم مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آزادی اسدالله اسدی دیپلمات خرابکار جمهوری اسلامی گفته بود اعتقاد من این است که حمید نوری نیز به زودی آزاد خواهد شد ستایشی در ادامه گفت مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی تبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه که 23 تیر سال 1401 اعلام شد حبس گرفت و در سوئد برابر 25 سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه دادگاه تجدید نظر او از دیماه سال گذشته آغاز شد اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردش رو در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد مواجه میکرد جنایت جنگی و از بین بردن عمدی بود او علاوه بر این حکم به پرداخت قرامت به خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسه سال 67 محکوم شده و بر اساس رأی دادگاه پس از پایان دوران حبس از کشور سوئد اخراج می شود.